نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه دهم صفر سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حجیت نظر مجتهد فرمودند: نظر مجتهد برای خودش و برای کسی که مقلد اوست حجت است، اما برای مجتهد دیگر و مقلدین سایر مراجع نظر آن مجتهد حجت نیست. معظم الله در ادامه فرمودند: این مسئله همانند آن است که فرد بیمار چون اهل خبره نیست، در میان 100 پزشک به یک پزشک ثقه و اهل خبره است مراجعه می کند و نظر آن پزشک برای او حجت است، ولو پزشک دیگری نظر او را قبول نداشته باشد. ایشان همچنین تاکید فرمودند: در تمام اختلاف هایی که میان اهل خبره در زمینه های مختلف مانند پزشکی، سیاست، خیاطی، بنایی و مهندسی وجود دارد، قول و عمل اهل خبره و ثقه ای که افراد غیر متخصص به او مراجعه می کنند حجت است، چون خود آن فرد اهل خبره نیست. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکلیف مجتهدی که در مسئله نظر ندارد یا دچار شک و تحیر است فرمودند: در این زمینه میان فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها تصریح کردند در شرایطی که مجتهدی شک کرد و مجتهد دیگری در آن مسئله نظر دارد، باید به احکام شک عمل کند و تقلید بر او حرام است. اما برخی از فقها معتقدند که آن مجتهد می تواند در این مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. در جایی که مطمئن به اشتباه بودن نظر او نباشد و برداشت من هم همین است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، یه خلافی هست. این را مرحوم شیخ انصاری به این طرف، به طرف ما غالبا متعرض نشدن، اما کتب همدوره‌های شیخ و کتب اساتید شیخ و اساتید اساتید شیخ متعرض شدن. و اون مسئله اینه که یه مجتهد که اهل خبره است، اگه در یه مسئله شک کرد و یه مجتهد دیگه اهل خبره عادل اون نظر داره، این مجتهد که شک داره باید به احکام شک عمل کنه که یه عده تصریح کردن. بعضی هم تصریح کردن که نه، میتونه این مجتهد در این مسئله که متحیر شد و شک داره به فتوای مجتهد دیگه عمل کنه، در جایی که مطمئن نباشه که اون اشتباهه، یعنی در شکش بمونه. این محل خلافه. بله، اما چون نمیدونه، بلد جاهله، به نتیجه مجتهد در چیزای دیگه است، اما تو این مسئله جاهله. بکنن چه اشکال داره؟ ها، هم محل خلافه که چون مجتهد شد یحرم علیه التقلید مطلقا، که بعضی ها نوشتن تصریح کرده بلغ درجه الاجتهاد و حرم علیه التقلید، بعضی گفتن نه، حرم علیه التقلید در مسئله‌ای که خودش نظر داره و نظر دیگری رو درست نمیدونه، نه یحرم علیه التقلید در جایی که خودش نظر نداره و نظر دیگر رو نمیدونه درسته یا نه. این را مفاتیح الاصول و کتب مفصل دیگه حقایق الاصول که هم دوره شیخ مولا رحمت الله، یکی از فقهای شیعه است و من دارم این چاپای قدیم اینا رو، اینا غالبا متعرض این شدن و محل خلافه که شخص اگر مجتهد شد یحرم علیه التقلید حتی فی ما لم یطمئن، که بعضی گفتن تصریح کردن، منم برداشتم همینه، بعضی هم گفتن یحرم علیه التقلید مطلقا، حق نداره به فتوای یک اهل خبره دیگه عمل کنه، به احکام شک باید عمل کنه. از احکام شک اصول عملیه و استصحاب و براءت و اشتغال و تخییر و اصل صحت و قاعده فراغ و قاعده تجاوز و به اینا، حق نداره به نظر یه مجتهد دیگه عمل کنه
که برخلاف نظر اون برخلاف این اصول عملیه است. بله بله، یعنی این تصریح هم کلام محل خلافه.